آه. من اینجا یک چیزی همیالی برات میگم گفتم چی؟ گفتم جام میکنی ببینی چی داره اون زر تخت نه؟ نشان بتم در ویدیو براتان که ویدیو ببینین اوکی من براتان نشان بتم بکش چی یک جایی رو رفتی؟ سلام بکس افغاندکس خیلی خوش آمدن به سری برنامه جدید ما اولین مهمان ویژه ما کسی نیست جز آقای زرتشت که باید ما یک تشکری خاص از آقای زرتشت داشته باشیم با وجود ای که یک کنسرت در راه دارن و درگیر موزیک های جدید هستند بازم دعوت ما را پذیرفتند یک سلام علیکی همراه طرفدارانتان و مخاطبین رپ دری داشته باشید سلام علیکم فرندز او جی فامیلی افغان دایس فامیلی سلام کلتون بچا چیو داریم خوب هستین بخیر اولی که تشکر از خود مهران جان عزیز مرسی بوکو ای که آه من خیلی فعالیت من چون خود کلا اصلا در کل من خیلی آدم اکتیوی هستم تمام ها همه هم خب با خبرن من خیلی آدم اکتیوی هستم همیشه در تکاپود انجام دادن یک کاری هستم ای به کنار اول که با افتخار از زنده باشی می میبینم کانال تا ویدیوهای بعضی هاش ویدیوهای خودمون خب من زرتوش رو در خود در گور ببرم وقتی که میتونم ای زرتوش رو تقسیم بکنم بین کمیونیتی خود ما بچه های خود ما هرکس که فعالیتی میکنه چی کنمش؟ شکسته بندین بنده آم ببخشی با نفر نفسی ای داستان حالا <applause> جدی همین کلمه زرتوش همین اسم زرتوش همین کرکتر زرتوش خوب تقسیم میکنم همه جا همه با هم, هم یک اسما در کنار هم همه چیز همیشه قشنگتر میشه داستان دو نفر از و که آن کانسرت نیست اجرایی که ما داریم کلاب شو هست خب کانسرت و کلاب شو متفاوته یک کلاب شو تا فکر کنم دو روز دیگه یعنی فکر شاید روزی که ویدیو بیا کلاب شو رو ما انجام داده باشیم در سکول هست با ابوم خیلی هم خوشحالم خیلی مشتاقم که دوباره بعد از چهار سال سویدن میرم بر اجرا ببینیم چی میشه عزیز دل من در خدمت هستم سوال جدی داری سوال فتنه‌بازی داری نمیفهم هر چی داری بگو لالا هستم کردم خب در شروع ما باید بگویم که نام برنامه رپ گپ هست و ما در اول سوالهای جدی تر میپرسیم و بعدا سوالها رو فانتزی تر یا فانتر میکنیم که حوصله بچه های هم سر نره ببینیم دیگه چقدر میتونیم زرتشت عزیز ما اینجا اذیت کنیم بچش اگه تا نیستی من رو عذیت کنی من به خود ممیال سر رو پا پیپال برد میزنم فشارو این قلندر جور باشی مگه آجی به شکت گل کاشتی قلندر همش ده باشی خیده این تنه چطور میشه و خب کسایی که امروزی برنامه رو میبینن صد درصد با خود ناشنایی دارن آقای زرتشت بر حال یا فن خودت هستن یا رپ دری را دنبال میکنن ولی هدف اصلی ساخت همچین ویدیوهای برای است که در آینده مثلا 20 سال بعد یک طفل که حال دو ساله است میخوای ببینه که زرتشت کی هست یا رپ دری از کجا آمده رپرای مثل خودت که از نسل یک تال فعالیت دارن اینا رو بیشتر در موردش بفامن یا که با یادگار بمانه منظورت هست دقیقاً، هدف ما هم همین است که به یادگار بماند یا که به حساب تاریخچه را پدری را قدم به قدم نوشته بکنیم خب سوال اول ما هم برمیگرده به می داستان برای ما بگین که زرتشت کی هست یا چرا شکل گرفت و یک بیوگرافی از خودتان بر ما بگین من نام کامل محمد تقی عرفانی است بیادر من در سیزده پنج نه بیست پنج سیزده شستفت دنیا آمدیم در ایران در خودم میلادش میشه 11 آگوست 1988 اولین باری که استودیو رفتم شاید 18 19 سال پیش بود سنم کم بود دیگه 15 16 بودم عبده بودم نمیفهم آ 16 17 بودم فکر می کنم زرتشت عزیز فقط فکرت باشه که بچه های ما ریاضی رو خوب یاد دارن و حساب خاط کدن آه اشکال نداره حساب بکنن بیا از اون خب من ب... میفهمم من کلا نگادم اصلا سختگیر نیستم در این مسائل خیلی راحت و ایزی میگم که من فکر می کنم اولین بار که سوزه رفتم من 18 سال پیش بودی شاید هم 19 سال پیش شاید هم 17 سال پیش دقیق نمیتونم تاریخش درست بگم چون من کلا اصلا یک آدم هستم جزئیات زندگی رو خیلی در نظر نمیگیرم من کلا کلا آدم کلی نگری هستم بر شروع کردم فعالیت رپ رپ فارسی می چون که در یاد نداشتم افغانستان ندیده بودم تا که رفتم افغانستان و دیگه کارمند شرکت تلویزیون و شبکه فارسیوان شدم کارم دوبله بود خیلی از فیلم ها رو هوای میچور مادر ای کسی دیده باشه یک سریال خیلی معروف کل جهان مشناسنش رول اصلی را مین کرکتر، صدای ما بود تد کسایی که مشناسن هوای میچور مادر آشنایی با مادر داشت که فارسی بود یا یک سریال دیگه بود به نام همسایه دردسر نقش اولش ما بودم یعنی خب در تلویزیون کار میکردم و از همون وقتی که من افغانستان رفتم دیگه آشنا شدم با یک سری کاراکترهای موسیقی افغانستان باشن همکاری کردم دیگه از این اجرا با اجرا چند اجرای تلویزیونی چند اجرای رادیویی اجرا از افتتاحی پروداکشن فلانی فام فلانی خیلی این مسیر سالها من خیلی اسم های بزرگ موسیقی افغانستان هم تا دیدم با ایشان شاید همکاری هم کردم ولی خب امروز چون میفهمین قشر رپ فق یعنی مظلوم ترین قش موسیقی افغانستان همین رپ و هیپ هاپ ماست بچهای رپ هستن دیگه مام تا هنوز هم فعالیت میکنیم ده سال یازده سالی میشه که در اروپا زندگی میکنم اه... همین دیگه چیز خاصی نیست من انسان خاکی یک انسان یک رو یک انسان مزاجی، یک انسان در این حال اه... قلندر قلندر و چش قلندر میفهم یعنی یک کسی که فروتن هست در این حال گفتم سرکش اه... همین خیلی یک کرکتر خیلی ایزی و ساده ای دارم یعنی هیچ کسی نیست که نتونه با ما جور بیار. همه با ما جور بیار. یا من با همه جور میایم دریا فریاد خب من میدارم که خیلی از طریق خودت به رب علاقه من شدن و رپت دوست دارن یا حتی به عنوان یک الگو برات نگاه میکنن من میخوایم بفهم که الگوی زرتشت کی هست حالا چی در زندگی باشه و یا چی در رب دروغ برات نگم من هیچ وقت الگو نداشتم حتی همیالی مثلا بچه ها من میگن کلند از زندگی میگم به من میگن مثلا کدام تیم فوتبال دوست داری من میگم من طرفدار فوتبال هستم فوتبال سعی میکنم هر کسی خوب بازی کنه موسیقی هم همینطور رپ هم همینطور همه چیز من هیچ وقت الگویی در هیچ مسئله برای خودم قرار ندادم هیچ الگویی نبود همیشه هر چیزی که دوست داشتم چیزی که برام جالب بود امور گوش میکردم شاید یک موزیکی میرفت در پلی هزار بار گوش میکردم شاید یک موزیک اصلا در پلی لیستم نمیرفت یعنی این نبود که من بگم یک خاصی صد فیصد من است و دوست سارم اخلاق و رفتار یا منش ما دیده ما شبیه از او داشته باشم خیلی ریلکس و ایزی کلا مثلا همیشه ریلکس و ایزی پیش اومدم تو همیالی سال بعدی مایی است که آیا زرتش درس موسیقی را خوانده یا یعنی نه جای آموزش دیدی کورس رفتی و یا یعنی نه خود ساخته هستی نه تئوری موسیقی اصلا به هیچ عنوان من به هیچ عنوان حتی یک ثانیه هم جایی نرفتم که تئوری موسیقی کسی ما یاد بده خودم سعی کردم شنونده باشم سعی کردم انجام بدم سعی کردم بنویسم سعی کردم بخوانم، هر کاری که کردم خودم کردم در حتی, حتی چه خوب چه بد یعنی خودم همه چیز ساختم خود ساخته از تمام این کاری که من میکنم و چیز نبوده تئوری من همیالی هم تئوری موسیقی رو بلد نیستم همیالی هم من تئوری موسیقی رو در سوال پرسم کنی من نمیفهم من پرودوسرم وقتی میرم در استودیو چون پردستان های با من چند سال کار میکنن آشنا هستن می که من مثلا چه آدم کریزی هستم من میرم در پا پا تک تاک فامیدی باز میخوانم میگه که او شیت برو تو چی ملودی زدی اینجا خودت بابا ماجی من که نوتا نمیشناسم من که حتی گام های موسیقی رو من درست نمیشناسم من فقط اجرا میکنم من اجرا کننده خوبی هستم چون گوشم خوب است و خلاقیت ذهنم روی ملودی و قدرت صدای خودم هم میشناسم که صدایم تا کجا را میتونه ولی چیزی که از صدایم فراتر باشه را زیاد دست نمیزنم چون میفهمم صدایم خروسک مرغک میشه نمیکنم ولی خب درست است که حالا اوتوتیون استفاده میکنیم امروز اوتوتیون خب یک چیز خیلی طبیعی است خیلی ریلکس و ایزی اما اوتوتیون استفاده میکنن همه دلیل این سوال که ما از شما پرسیده این است که شما یکی از بهترین رپرای دری هستن که میتونن نوت های مختلف اجرا کنن روی صدایتان کنترل دارن و بالاخره صدای بالا و پایین خوبش را کنن به خاطر رو پرسیدم نه اصلا هیچ کس آجی من یک نفر من نگفت صدای تو اینجوری ببر بالا جوری پایین مثلا بعد من یک هستم یک چیزی اگر میبینم الهام میگیرم صد فیصد هیچ انسانی نمیتونه من الهام نمیگیرم الهام شاید از یک آرتیست دیگه یا از ترک دیگه گوش کردم یک روز یک جای شاید در ناخداگاه متوجه دیدی بعضی اوقات یک سری اتفاقات میفته در زندگیت انجامش میدی و شبیه یک کس دیگه ای میشه تو زمیر ناخداگاه مثلا سیف کرده او رو در پشت ذهنت میفهمی باز با ایده های خودت گت میشه همراه میشه تو هم با اون ایده های خودت یک ایده دیگه میدی بیرون ولی یک شباهتی به او ایده آقای ایکس یا ای ایگرگ داره همیز من گفتم هیچ چیزی بلد نیستم از توری موسیقی همیال یعنی به من بگید چند دانه نمیفهم دوره میفاسولاسی رو نه نمیفهم میداستانه من اصلا بلد نیستم سوال بعدی ما برمیگرده به زمان طفولیت آیا در دوران تصویری از آینده داشتی یا ای که فکر بکنی در آینده بخوای رپ بخوانی من یک چیز برات بگم بیادر من متولد 67 من دهه 60 ام خود او زمان که ما اصلا این سوالای فانتزی امروزن نبود در آینده دوست داری چه کارا بچش ما قد قفاق مکتب میرفتیم قد قفاق میرفتیم در صف نانوایی استاد می‌شدیم، نان می‌گرفتیم. کسی ما رو نمیپرسید که نمیفهم در آینده میخوای چیکار اشای بچیم میفهمی ای تو فکر میکنی ما چ... یک چیز حقیقت برات بگم اکثر از ضعف های اجتماعی و شادم ضعف های کاراکتری که امروز از کودکی با ما همراه هست ما امروز شدیم یادم یک سری ضعف که امروز داریم منشأش از اون کودکی ماست دیگه حالا نمیخوام بحث روانشناسی و فلسفی بکنیم ولی میگم اصلا این مسائل نبود و من هیچ وقت تا خورترکی به این مسئله فکر نمیکردم انقدر زدیم 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 تا آخر یک چیزی از همین کارهایی که میکردیم در اومد تا فکر کنم ما ژیمناستیک رفتم من مدرسه فوتبال رفتم ما کوین فور رفتم من بوکس آمریکایی رفتم ما فول کانتاکت رفتم ما گیتار یک روز خریدم یاد بگیرم من فامیدی اسکیت رولر بلید مثلا بازی کردیم سالها فهمیدی یا چی موتورسیکل سوار شدم دیری ولی هر کاری کردیم ولی آخر شدیم یه آدم یعنی چون هیچ وقت هیچ کسی نیومد ما رو بیدار بکنه یاد مسیر درست یا حداقل بیا با ما صحبت بکنه در مورد علایق ما چه چیزی قرار از روح ما رو ارضا بکنه که ما بریم داخل یک مسیر صحیح یک حرفه یک مسلکی یک آرزوی یک هدفی هدفمند زندگی ما جوانی ما بگذره متوجه نبودی داستان حقیقت است آه میفهمی یعنی من منظور تمام دیگه است که بازم خدا رو شکر من خیلی به خودم مفتخر هستم که امروز میتونم با یک اندیشه سالم تر بشینم با مردم صحبت بکنم موزیک بکنم یعنی این خود ساختگی خودم دارم میگم متوجهی خیلی خوشحالم خیلی به خودم افتخار میکنم مفتخرم به خودم که امروز یک انسان سالم هستم حداقل از لحاظ ضعف همه ای ما داریم دپرسیشن شاید همه ای ما داشته باشیم اختلالات روانی شاید همه ای ما داشته باشیم ولی خب همه منظوری حرفایی که دارم میزنم اینه که یک کس دیوانه است نه بفهمی یک نوساناتی که در ذهن آدم این تو میشه هیچ خدا روش میگم که شکر که معلومه نوسانات ذهن ما روان ما در این حد است بفهمی خوا زرتوشان سوال بعدی رو مجبور نیست جواب بدید ولی اگر جواب بدید خوشحال میشیم آیا تا حالا اسپانسر داشتی در پدری؟ اسپانسر یک بار دو بار با دو پروژه داشتم ولی پشیمانم که دادن اسپانسرای افغان سر ویدیو 14 زن مثلا اسپانسر داشتم اسپانسری که شاید ها چند صد یورو بیشتر دعو سوالا مثلا بیشتر دا نمون داد بخاطری که مگ پروداکتشه چی بگم شو پرزنت بکنم ده ویدیویم و من موزیک ویدیو چرت نزن دو بار فیلم برداری کردم کسایی که از اون سال اگه یادشان باشه با چرت نزن با دو ورژن تقریبا پخش شد ما ای ویدیو ساخت میگفت من این ویدیو رو دوست ندارم گفتم اوکی رفتم باز ورژن کردم اومدم باز گفت من این ویدیو رو دوست ندارم گفتم برادر تو اسپانسر هستی منیجر من هستی که من چیکار بکنم چه چی نکنم تو یک پروداکت به من دادی پروداکت تو قرار ویدیو من نشون بدم که یک موزیک باکس بود گفتم پروداکت من نشون بدم تمام شده رفت دیگه باز از اون توبه یک یک بار دیگه هم اسپانسر یک نمیگم کدام ترک یا از رکای هم اسپانسر گرفت که با اسپانسر باز دوباره بجه بحث خوردیم گفتم از بجه. ما را تو باز اسپانسر ما تمام از های کار خودم از این همه سال از همیشه خودم دادیم سرتوش عزیز خودت یکی از پرکارترین رپرای ما هسته که امروز فعالیت میکنه نه تنها امروز بلکه سالیان سال از نسل یک خودت فعال هستی چه چیزی خودت را در رپ یا موزیک نگاه کرده که دیگران را نتانسته نگاه کنه و هم های تو اصلا دیده نمیشن یا یای که خیلی محدود هستن بپاییم بزرگترین چیزی که من نگه داشت این بود که من داخل موزیک تخلیه روی روانی میشدم یعنی یک کسی دیگه شاید اگر فوتبال بازی میکرد یک کسی دیگه چرس میزد یک کسی دیگه نایفام نقاشی کشید هر کسی یک راهی راهی پیدا میکرد برای تخلیه روح روان خودش و سرگرم کردن خودش برای من موسیقی بود برای من موسیقی بود برای من همین رپ بود هیپ بود همین داستان بود که مرا نگه داشت چون من همینجا تنها جایی بود که میتونستم راحت تخلیه شوم و بدون از که کسی قرض داشته باشم بدون مفهمی و این که چون یک خلاقیتی درونش هست من احساس میکردم که با خودم دیگه حالا میلیون ها میلیارد ها آدم هستن که در بیرون از این خارج از این کادر از من خلاق ترن ولی خب من در ذهن خودم در ذهن خودم میگفتم که من انسان خلاقی هستم و کریتیو هستم پس این خلاقیت باید یک جایی در کار بگیرم در این موسیقی موسیقی و رپ و موزیک و این داستان باش تخت روی روانی میشدم خیلی خوب بود عشق و نفرت در وجود من جنون و عشق وجود من عمل با هم میزدم تاک میدادم یک ترک میشد بیا برون یک ترک برو <موسیقی> خودت که هستی بغیر از زبان دری و زبان آلمانی هم رپ کردی و به زبانهای دیگه هم دوست داری که رپ کنی اگر ما فرض کنیم که خودت یک موزیک آلمانی جدید دادی و این موزیکت وایرل میشه 20 میلیون یا 30 میلیون ویو میخوره و طرفدارای آلمانی زیادتر از طرفدارای رپ دارید میشه آیا مارکت سویچ میکنی یا نه؟ آه بفای من امروز خیلی انسان راحت و را گفتم عمو تو ریلکس و ایزی که میگم ریلکس و ایزی عمر رو. رو که هستم بچه شاید چیزی برات بگم من میال مزاق ندارم خیلی ناراحت کننده هم هست فکر کنین من با هم ویدیوهای یوتیوبی که میبینین در کانال یوتیوب اکثر فعالیت ها میکنم دمی چنل می چند وقت آخر فکر کن اینقدری که از این ترکا برای ای من پول اومده بود چند برابرش از یوتیوب اومد برام با این اکتیویتی یوتیوبم، فعالیت یوتیوبم، متوجه خب بعد من یک آدمی هستم میفهمید من خیلی راحت و رک بگم به همه همیشه گفتم من, من موسیقی رو عزیز من موزیک همه میفهمند بحث اینجا واقعا خواهشان هر کسی ویدیو رو میبینه همیشه گفتم بچا حرفای مرا با غرور نبینید، به هیچ عنوان غرور نیست اعتماد به نفس است که من با چیزی که میفهمم من موزیک عزیزونش رفتم عزیزونش در اومدم میفهمید از بومبپ با بومبپ اومدم متوجه بعد رفتم از این طرف از دنس هال و از نایفام هاوس و از طرف از بلوز و بلوز رو مخاندم تا متوجه این ای کارا رو کردم یعنی موزیک برای من دیگه اینجا رو زدم تک رفتم بعد رپ رفت دریوم بچش در وقتایی که مثلا من اجرا میماندم و ایسوسو میرفتم هیچ کسی اصلا اجرا نمیماند یعنی خواه اجرا رو باید میدیدن خیلی از بچهای که عالی امروز هستن و چات حتی, حتی, حتی بچه‌ها اکثرا رفیقای دوستایم هستن ولی بفهمیم یعنی من آخر ای داستان دیدم بفهمیم من پایین شدیدم اما آخر بالایش آ سر و زیر شدیدم دیگه به من یعنی مثل از که بگم خب چی کنم دیگه بی از اون من در راه تقاعدی شدن هستم کم مونده تقاعدی میشم نه چیش حال تو من میگه که یک موزیک 20 میلیون بخورند، تراب، سوا مثل کم یک کلاب شو فرض مثال مرد میگم آلی کلاب شوای مثلا بگیم ما 5 6 هزار میگیریم وقتی که 20 میلیون بخوره یک ترک آلمانی باز کلاب شوای به تو بدن کلاب شوای 15 هزار خب 20 هزار خب من معلومه برم ده اون مسیر <applause> ها بچش مثال خیلی ساده ای برات میزنم فکر کن شما با عشق اومدیم در موزیک نه دمی رپ در ایما شما ازدواج هم که میکنی با عشق اولش است عشق مگم کرای خانه میشه عشق نان میشه عشق کالا میشه برات عشق یک جوره بود میشه ولی نمیشه پیسه باید بکشی اما عشق تو پیسه کار داره شاید مثال خیلی کوچه بازاری زدم ولی ساده گفتم که همه متوجه شد خب اوجی بخشش باشه که باید پای ما دراز کنم شخ مانده چهارزانی ششته بودم دیگه هفته و نیم دقیقه شده از صحبت ما ما آخرین سوال خودم من میگم و بعد از اون میرم سراغ چند سوالی که بچه ها در اینستاگرام پرسیده بودن سوال من این است که در فریستایل سی و پنج در سی و پنج سالگیتان شما سه شخصیت خود معرفی کردن به نامای اوجی، قلندر و زرتوش درست است که در موردش در لایفتان توضیح داده بودین ولی یک بار دیگه هم خواسته ما را داشته باشیم در برنامه خود ما اگه توضیح بدین اوجی اه... OG... خب اوجی کرکتر دو سال آخر است که اضافه شده فکر میکنم خودم هم حس میکنم که اوجی دو سال آخر اضافه شده از وقتی که واقعا دیگه فکر میکنم که ای اوجی اوجی هست در این گیم داری. یعنی لیاقت اوجی گفتن داره این کرکتر اوجی دو سال سه سال آخر نهایتا سه سال چهار سال آخر اضافه شده داشت قلندر خو قلندر در فکر میکنم 2014 بود آلبومی که داشت یاسین هیپ رپ بود داشت حسین بود 2093 زیر که اون وقت به نام ام سی ترلاس رپ میکرد دالوم قلندر بود قلندر از اونجا آمد قلندر آمد داخلش داخل یعنی کاراکتر قلندر اونجا آمد اوجی سه چهار سال آخر آمد دو سال آخر آمد زرتوش هم که از اون کاراکتری است که از اول شروع کرد تا میالی آپدیت کرد و خدا آپدیت کرد خدا آپدیت کرد خدا آپدیت کرد متوجه هستی زرتوش میالی یالی کسی است که مثلا با اوتو تیون میخونه ملودی میخونه با زبان های گد میخونه خارجی میخونه فهم میکس میکنه این زرتوش است قلندر که اون سنگینی و وقار خدا داره قلندر است اوجی هم که لکه او جی برادر خب سریال سریال یک سریال جدید در امازون پرایم شروع کردم دیدن سنو فال سنو فال یکی پیکی بلیندرزم خو طبیعی است همه دیدن ولی خب من پیکی میکنم پیکی بلیندرزم جالب بود خیلی وقت است که دی تاثیر سرم نداره چون دیگه اینترنت هست دیگه فهمیدید من واقعا خیلی راحت تق پاک میکنم چیکار کنم اکانت بمیرم میفهمی یک چیزی بگم کسی به من بگه مثلا کامنت پاک نکن اکانت هم هست پرودکت هست محصول هم هست فضای هم هست دنیای سوشیال میدیا هست تصمیم میگیرم که چی اونجا باشه چی اونجا نباشه وقتی که انرژی منفی یک کسی فکر کنم یا فرض به میده و دشنام میتونه خب ما دیوانه هستم باشه لکه تو لکه میمانی در روی خانه نمیمانی من پاک میکنم دیوانه نیست؟ چرا باید تاثیر بذاره روی من اون <تحصیح> تاثیر نمیگذارنه من سوال قبل گفتم در ویدیو که با علی هم گره علی تیه چون بود گفتم و خودم در ویدیو هم گفتم گفتم واقعا از سال بعد که این امسال نمیخوایم دیگه تنها برو مثل دیو نمیخوایم رکورد بکنم و فلانو یا واقعا تصمیم اون بود ولی نه ماه یک آمد ماه یک خلاص نشدن من رفتم به سیدیو. مثل یک معتادی که میگه ترک میکنم یا از از ایش هم فامیدی میروم نمیفامم جم همون داستان است ولی خب میفهم که یعنی خود میفهم که او آخرش نزدیک است متوجه ای؟ خود میفهم که نزدیک دارمشه به او آخر یک جنبشی را شروع کردیم یک کار را شروع کردیم به نام عادی بچش آدی باش آدی خودش خاصه عادی بودن خودش خاصه عادی به زودی میایه و میبینین همینجا میگم در ویدیو شما هم که بچه ها ببینن عادی تلنت سپورت میکنه عادی اسپانسر میشه عادی کلاب شو میمانه اجرا میمانه همه چیز و تا یک مدت کوتاه دیگه ای اولین موزیک ویدیو که فیلم هم شده در حال ادیت است از اولین آرتیست از طریق عادی پخش میشه اگر او ج... یعنی زرتوش خودش میره به بازنشستگی و تقاعدش میخوام تقاعد شدن من میرم ولی از اون طرف هستم واو ویو و میارم عادی همین داستان است عادی همین داستان است که لوگویش هم به... تا یکی دو روز آینده بالاخره وبسایت صفحه اینستاگرامیش میاد و پرزنت میکنم و ویژوالش میاد ویدیو 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 ویژوالش میاد و دیگه بقیه داستان ها و اولین آرتیستی هم که داره سپورت میشه و موزیک ویدیوش هم فیلم برداری شده و خیلی بزودی رو نمایی میکنیم یک آرتیست 19 ساله جوان هر تلنت دیگه ایره هر تلنت دیگه ای را در رادار عادی بخوره عادی فوری میگیره تک فامیدی اسپانسر بچهش کش تک برو فامیدی اسپانسرش این بریم انجام بریم تمام شده رفت ولی من ولی یک چیز دیگه هم هست به صورتی که نمیخوایم که داخل عادی طوری باشه که آرتیست محتاج ما باشه نه 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 همکاری دوستانه ساپورت میشه از طریق عادی یک دیل بین خودشان انجام بشه ولی خب آرتیست مستقل است مفای منظور میشه است آرتیست مستقل است آرتیست کار خودش رو میکنه لیبل قرار نیست باشه که کسی برای کسی نه همکاری مثل حالت اسپانسر تا انجام میشن و بره خیلی راحت ولی بر فضا سازی برای نسل جوان میشه دروغ براتون نگم فکر می یک دو هفته ای سه هفته چهار هفته یک چند هفته یعنی چند وقتی هست با هیچ کس در ارتباط نیستم خونسا هستم همه بچه ها نشست برخواست داریم بلند شدیم آمدیم هم به خانه ما آمدن همدیگر دیدیم یک کاری کردیم اه، اه، ولی خیلی خونسا و خیلی خوب یعنی هیچ اگر فکر میکنید اگر لک اینقدر لکه هستم و موبایل نیست لکه ای نه ولی ارتباط ندارم چون من مدت آرامش خود من نیاز دارم چون من آدم هستم که خب بفاهم بچه من 36 سال هم میشه امسال و در آسانه یک سری کارهای دیگر از زندگی هم هستم من خود دیگه او انرژی را ندارم مثل یک حتی بگم حتی اگر انسان 27 8 ساله از من انرژیش خیلی بیشتر است در مورد یک سری مسائل بیشتر است من اصلا ندارم که فهمید یک از این طرف و طرف فکر این کادر زندگی من از فامیل از هر طرف یک کله داخل باشه یعنی تو تو دوست نداره میره دوست دارم می کادر خودم باشم راحت تنها ریلکس زندگی ما بکنم کار بکنم هر کسیم که وایب و انرژیش به من خورد باش هممسیر میشم همین ولی اگه بگیم که مثلا من با افراز یا با مشکلی دارم به هیچ عنوان نه خیلی رفتار سالم و نرمال و چی میگن حسنه فهمیدی؟ آ ولی خب ولی آه، ولی چند وقتی ولی چند وقت است که صحبت نکردیم با هم با هر دو با هر دو طرف ولی خب در خانه ما همیشه باز است در قلب ما همیشه باز است تلفن ما همیشه در چیز است، در دسترس است ولی من خودم از بچه ها خواستم که گفتم بچه ها واقعا من از سال قبل اگه دقت کرده باشین خیلی رفت آمد شد دور اطراف من بچه ها آمدن موزیک ویدیو و فیلم برداری کردیم هر روز فامیدی می آمد در ویدیو یوتیوب چنل یوتیوب هم بچه ها می دیگه در چنل یوتیوب فامیدی هر روز یک آرتیست فلان بازی یک دفعه بر من زیاد شد من گفتم که او نی بچه تو دیگه بیس ساله نیستی بیشی آرام شد تیک بریک فامیدی کم پاس که آرام باش یکم مغز دا آرام شاید افتا شاید آفتاب اومد هوا بهتر شد و فامیلی انرژی بهتر شد باز دوباره کل بچه‌ها رو تنظیم کردم ای غم درونا کجاستین امیدی تبر شاید این کارو بکنم چه ایده جالبی حتی داش فکر نکرده بودم خودم شاید این کارو بکنم بچش شاید شاید شاید, شاید آه کارو بکنم و ورژن جدید و با یک تمپوی متفاوت تر جالب تر نیست آه شاید کارو بکنم چه ایده خوبی است بهش فکر میکنم شاید یک دفعه هفته دیگه فهمید تاق رفتم اصلا دو ازدواج خو هنوز نکردیم یعنی هنوز محفل عروسی و اتفاقا نیفتاده ولی اتفاقی بیفته حتما سعی میکنم حداقل یک موزیکی به عنوان یک شیرینی به عنوان یک چیزی نه یک کاری انجام بدم برای بچه ها ولی که تا چند وقت دیگه اتفاقا ما یک توفهی میخوایم به بچه ها بدم از که سه دانه بیت فری با حقوق رایگان میگذارم برای بچه ها و رپرهای جدید و هر کسی دیگه ای از طریق عادی میای بچه ها میتونن استفاده بکنن و بهترین آرتیست ها بهترین اجاره رو میارم به عنوان عادی سپورتشان میکنم موزیک هایشان شان هزینه شان و, و کارشون رو میکنم انجام میدم بره خب زرتشت عزیز خیلی تشکر که به سوال های بچه ها در اینستاگرام جواب دادی در صورت نرمال اینجاست که برنامه ختم میشه ولی ذهن مریض ما یک سوال دیگه از خودت داره و بر ما لطفا بگو که در زیر تخت چی پوت کردی من اینجا یک چیزی امیالی برات میگم گفتم چی گفتم جام میکنی ببینی چی دارم زیر تخت نه نشان بتم دای ویدیو براتون که ویدیو ببینین اوکی من براتون نشان میتون بکش چی یک جایی رفتی خیلی دوست داشتم یک روزی مساله رو یک کسی از این بپرسه و بگم متوجه ای چقدر خوب است که دقت میکنی آفرین به شکل که من اینجا نشان بدم که چه چیزی رو تخت دارم خب جام میکنی ببینی چی دارم زیر تخت فهمیدی حالی برات بگم چی است بلور شده یکم فوکوس نیست بذار فوکوس باید این دست بافی هست که خواهر خودم همشیره خودم بافته اوکی و ما ایده به دو پهلوی زدم که مردم فکر میکنن من زیر چپ تختم چی دارم چپرکتم نه در صورتی که میخوایم برات بگم اقدر فامیل برای مهم است اقدر اعضای خانواده برای مهم است من مثل دیگران هستم که زیر تخت نمیفهم مواد داشته باشم برچه داشته باشم نه نه من یادگاری از خواهرم دارم که از ایران با خودم آوردم بافته بره و در زیر چپرکت خود نگاه جام میکنی ببینی تخت یعنی هنگ میکنی اگه زیر تخت رو نشانی منظورش یا پیسست یا گن خب من از همین تریبون یک شداد میتونم بر احمد فلای که تنها ریاکشن کار بود که در این قسمت موزیکیت بیشتر دقت کرد و حتی حد زد که در زیر تخت چی و ولی متاسفانه فکر نکنم کسی میتونست همچین حد رو بزنه واقعا جالب بود برم نه نه اصلا مگه من کدام گنگستا من همین گنگستا یا گنگستا بره همون گفتم چیش خرج ننه خود بتیم سر ما بالا باشه خرج مادر خدا بتیم خرج همشی رو بیادر خدا بتیم نمی فام فامیل خدا ساپورت بکنیم دستشان پشکس دراز نباشه او وقت با میده بگو من هستم گنگ گنگسر واقعی هم موس گنگسر واقعی چی که فامیده برید در این سرک جنگ کنی تق 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 باز از طرف شو ننید کشنه سر بانه. چی میکنی اوره بچه روز شنبه در استاکال ای اجای ما هست کلاب شای ما هست همراه ابوم و بعد از اون 19 مای دمونچن هست و فعلا هم در حال تدارک دیدن هستیم تا آخر هفته آینده مشخص میشه که در اتریش هم به زودی فعلا اجرای بعدی رو میگیریم یا بر صورت عزیز دل هستین بچه های افغان دکس بچه های اوژی فامیلی کلتان لاو یو آل مرسی بکو که هستین دیگه خودتان میفهمین حمایت غیر هر کاری که میکنین یادتون نره عزیز دلین بای بای تشکر بچه که تا اینجا با ما همراه بودن و واقعا طولانی شدی برنامه ولی به نظرم برنامه جالبه بود تشکر از خود زرتشت که با ما بود اگر آرتیست دیگه مد نظرتان است که در برنامه بعدی داشته باشیم حتما کامنت کنین با تشکر